علی خامنه‌ای که امروز اونجا داره حکومت میکنه علی خامنه‌ای نیست. علی خامنه‌ای یک کلونه، یه شبیه سازی شده است. الانم بهتون نشون میدم که از کی. علی خامنه‌ای از روزی که رفت بیمارستان، پیش از اون بیمارستان که رفت اون قصهش میگم، ولی ببینید اول بگم بهتون شبیه سازی چیه. شبیه سازی اینه که خیلی راحت یک کسی رو شبیه شما میتونن بسازن. متوجه میشین؟ این رو از سال 1952 جهان کشف کرده که الان اکثر هورمون هایی که به خورد ماها داده میشه برای این گیاهی و چه استفاده میکنن، گوسفند و چه استفاده، ولی نمیگن. همینطور که میبینین نگاه کنین قطار قطار لشکر آدم شبیه هم ساختن و میسازن، یا از بچه آن شبیه هم، یا کنین اینا همه شبیه هم. اینا شوخی نیست، این یه علمیه. این علم عزیزان من از سال 1952 در جهان کشف شده و از سال 1952 که در جهان کشف شده برخی این رو ممنوعش کردن به خاطر مسائل دینی و غیره که آدمها رو اینها چنین کاری باهاش نکنن. رو حیوانات این کار رو کردن و بعدن به ویژه ژاک شیراک که یکی از رئیس جمهورای فرانسه بود میدونید با این قضیه مخالفت کرد اون موقع، ولی بسیاری که داره بچه نمیشن و غیره و غیره از این شیوه کلونسازی استفاده میکنن. عزیزان من، آقای خامنه ای با سنی که داره تقریبا 80 سال الان عمرشه، 78، یه آدم 80 ساله که معلولم هست، دستش در انفجار منفجر شده و بعد تصاویر زیادی ازش هست که فرسوده و پیر شده. تصاویر زیادی ازش هست. برید تو شوربختانه این مشکلی که ما داریم اینه. حتی رفقای عزیزم که برنامه ساز هستن به جایی که خبر رو برن از منبعش بگیرن، میرن از حسین و حسن میگیرن، بعد حسن و حسین میگن آقا علم غیب داره. نه آقا، رفته تو سایت خود خامنه‌ای، آخر خبری که تو سایتش منتشر شده، رو سایت روحانی، رو سایت فلان، ها دی ان اشون میگیرن و بدلشون رو شبیه سازیشو میسازن، آماده دارن که فردا کی قدرتش رفت بالا تا درست عمل نکرد میندازنش کنار با یک جابجایی بیمارستانی علم میگیرن. این آقای وحید حقانیان که همه جا پشت سر خامنه‌ای بود اومد در یک مقطعی یه قیبش زد، گفتن کشتنش، یه قیبش زد، بعد یه اومد رو کار دوباره، بعد اون بعد بعد باز رفت. این وحید حقانیان کسی بود که خودش از این اسرار خبر داره. من امروز یه فیلم به شما نشون دادم، این فیلم خیلی مهمه. این فیلم تا حالا 5 بار دیگه سیاوش عوسته به شما نشون داده، تفیقم آقای دادرس همون روز اول نشون داد، فرامرز روز اول نشون داد که اتفاق افتاده بود سر خاک، سر جسد رفسنجانی. توی این فیلم شما میبینید دستگاهی که روی این بابای قلابی کار گذاشتن که همه جا کنترلش کنن. این دستگاه بله که کنترلش کنن، یه بار شب پارش دره بره کاری بکنه، یک هواپیمای پولی امکاناتی، یه بار گزارش به جایی نده، یه بار با کسی حرف نزنه، همه چیزش تحت کنترل که دستگاهی که گذاشتن توش. با این دستگاه شنودم گذاشتن براش، یعنی نه که گوشی اینجا باشه، گوشی تو داخل پوست. بعضی وقتا مثلا یه خامنه‌ای یه کسی رو میبینه نمیفهمه کیه، چون ندیدش تا حالا 50 سال و 20 سال 10 سال، مثلا 5 سال 10 سال اومده ندیدتش، ولی پسر عمشه، زود تو گوشش میگن این پسر عمت، اسمش هم هست میرزا عبدالله فلان فلان فلان، یا میگه آه پسر عمه، بعد یا میگن این که کناری مخالفتیه، تو باید باش با حق برخورد کنی. این عمل میشته به فکر نکنین این فیلم هایی که براتون میسازه هالیوود الکی، این همه تکنولوژی بعدم بهتون نشون دادم، بعدم بهتون گفتم خامنه‌ای این شده. حالا من 3 تا فیلم پشت سرم بهتون نشون میدم. اول اینه که خامنه‌ای میره تو بیمارستان، داره میره تو بیمارستان، ببینید چقدر سر حاله. همون موقعی که بیمارستان یادتون باشه چقدر سر حال میره بیمارستان. اونجا که میره بیمارستان همون مقطع اصلی جابجایی اصلی با فرعی است، یه کمی جوان‌تره. قبلش رو بریم ببینیم، ببینید خیلی فرق میکنه. اول این میبینیم که میره بیمارستان، بعد ببینید تصویر دیگه که بهتون نشون میدم، سر رفسنجانی ایتا میشینه، آقا یه رهبر نه، یه چغندر فروش. اگه توی یک مراسم عمومی باشه پزشکش و مامورای محافظش نمیان کنترل کنن ببینن درسته یا نه،
لاغل میذارم برای بعد. اینجا تای میشینه سر قبل، گویا این کنتاکت های تلفنی که داشتن باش که حرف بزنن که آقا مثلا بلند شو بیشید، یا قطع میشه یا عمل نمیکنه. خب بعض وقتا خودش هم آدمه دیگه، عمل نمیکنه. یه وقتا میگه تو دلش میخواد دو دقیقه دیگه بشینه، دو دقیقه دیگه بعض وقتا اینم هست، میگه خب الان بایستی شما حرکت کنی به سمت راست، میبینن بلند نشد، حرکت نکرد. یا همین وحید حقانیان دو تا رو اشاره میکنه، میان دو تا آدم میان، این دو تا آدم رو شناسایی کنین، کیشکی نمیشناسشون، میگن دکتراشن، این دو تا آدم هیچکی نمیشناسه، بزنین روشون تو ایران کنترل کنین. اینا میان خامنه‌ای که خم کرده دست میکنن تو یقش، که این دستگاهش کار میکنه، چرا حرف زدن عمل نکرد، مثلا چرا بلند نشد، چرا نشسته، تا اینکه دست میکنن چند ثانیه هم طول میکشه، خامنه‌ای هیچی نمیگه. وحید حقانی هم میگه چون اگه این رهبر واقعی باشه در جلوی دوربین ها، در جلوی هزاران و میلیون ها نفر که دارن میبینن، دارن بهش توهین میکنن که این تو باید اینطور کنترل میکنه از هر حیث، میگن برای سلامتیش دروغ ها، این یادتون نره، میگن این برای سلامتیش رو کنترل میگن ها چرد. تو ملای عام چنین کاری کردن، یعنی یک آرتیست، یک بازیگر، یک کلونی، یک شبیه سازی شده از این نوکر هر چی بشکن باید بگو. این دارم بر بسیجی ها میگم، اونایی که یک عده ایمان و اینا دارن که حرمت که سید و سادات و نفلا، به شما دارم میگم خر مقدس ها، اگر نه کسی که بی باور نداره، شما که هنوز خر مقدس این بی باور دارین که تبرک گرفتی، کفیه گرفتی، رفتی انگشتر گرفتی فلان، به شما دارم میگم که خریت تو بس یاره پاشه خر نشه. این یک ویدیو، میبینیم ویدیو دوم، یک ویدیو دیگه دو تا بهتون نشون میدم، نشون میده که بابا اصلا چقدر پرته، این بابا چقدر پرت، اصلا علی خامنه‌ای نیست. چون خامنه‌ای بابا لاغر هرچی باشه مردی که رهبر اون مملکت شده صحبت میکرد، بعض وقتا که اینقدر خر نبود که دانشجو بیا میگن آقا ما کار میخوام، یه بگم ما که نمیتونیم بره 5 میلیون دانشجو که فارغ التحصیل چه کار بسازیم، خود تو بین کار پیدا کن. آدم چقدر ابله باشه که بیاد چنین حرفی رو بزنه، چون کارسازی تو وزارت کار داره مملکتت، تمام دنیا از قدیم وزارت کار زدن و وظیفه‌شون اینه که ایجاد کار بکنن توسط شرکت‌ها، توسط فن، همش خود دولت که میگه بیا استخدام کن، نه ولی شورش می نمیرسه چون یارو خارج از کادر حرف زده. حالا من اینو میذارم شما اول ببینید، اول اینیه که ایشون میره به کجا، میره به از خودم خدمتتون بیمارستان، ببینیدش میره بیمارستان. بسم الله الرحمن الرحیم. بله یک عمل جراحی من دارم و الان آمده هستم، البته جای نگرانی نیست، این به معنای این نیست که دعا نکنم. ببینید چقدر سرحاله، نگاه کنید چهره چقدر خوبه، سرحاله، این چهره شکل آدم مریضه، نه نگاه کنید صاف وایستاده، این همون نقش بدلیه، همون موقعیه که جسدش رفته تو بیمارستان، این میره تو تخت میخوابه که حساب برای یک عمل اومده. مال سایت خودش هم هست، میبینید مال سایت خامنه ای که هنوز هم هست، شما میتونید ببینید، ساخته ما هم نیست. حالا اینجا مهمه، این رو ببینید، این مهمه که دستگاه رو این وحید حقانیانه، این خامنه ایه، این دوتا آدم رو صدا میزنه میان جلوی دوتا آدم ها، ببینید دکتر مکترش نیستن، ببینید این دستگاه کار میکنه یا نه، چون بس دیگه باید بلند شه بره، نمیره، گوش نکرد، نگاه کنی نگاه داره دست میکنه توی عقیه خامنه‌ای، یک بار، دو بار این دست کرد، نگاه کنی مثل یک بچه، مثل عروسک با رهبر جمهوری اسلامی، این فاطمه رفسنجانی سر حالا بلند شد، نگاه کنی دست میزنه، دستی میگه با ولم کنی، نگاه میگه ولم کنی، اینجا هم بیلاخ میده به خامنه‌ای، بیلاخ دیدید، اینم بیلاخ، بیلاخ هم داد به خامنه‌ای که به رفسنجانی، یعنی دیدی ترتیبت دادیم، بیلاخش هم داد رفت. این رو بارها من پخش کردم براتون، نگاه کنید یه بار دیگه ببینید، یه بار دیگه نگاه کنید، نگاه کنید، خب اینه که شما دیدید. حالا اینجا دانشجوه، این دانشجوه میاد میگه که آقا به ما کار بده، رهبر دستور کارسازی بده. ببینید جوابی که میده از جوابش پیداست که یارو چقدر ابلهه. اینو در جا در جا
چطور فکر شغل بکنم؟ میگه برای 5 میلیون دانشجو که ما نمیتونیم شغل فکرش هم میگه ما نمیتونیم بکنیم. برم بازار آزاد. خب بازار آزاد تو بایستی کاریا بکنی. حالا اینجا خیلی جالبه. میگه شما حرفایی که زدین از نظر محتوا که صفر بود، محتوا نداشت. همه میخندن.